ببینید دلیل انتشارش چی باشه؟ شما اگر که اطلاعات در رسانه‌های ایران سانسور میشه و اینترنت در اصفهان و خوزستان مختل شده، طبیعتاً به خاطر اینه که حکومت نمیخواد اطلاعات در مورد افرادی که زخمی شدن یا کشته شدن یا بازداشت شدن به خارج از کشور برسه. و خب این طبیعیه، به خاطر اینکه بگن چی؟ بگن یک شهروندان معترضی که بدون خشونت اعتراض میکردن به یک مسئله حیاتی که مسئله آب و هیچ راه حلی هم ما براش نداریم یا نمیخوایم داشته باشیم و ما با اتم، با گاز اشکاور و با سلاح به اونها حمله کردیم، خب این برای آرای عمومی داخل کشور و خارج از کشور خیلی براشون خوب نیست. بنابراین طبیعتاً باید سانسور کنن اخبار رو و جلوی گشت آزاد خبرها رو بگیرن. ببینید این اعتراضات درسته که مردم در اصفهان پیوستن و به یک صورتی انفجار نارضایی کلی جامعه رو نشون میدن، ولی اگر که توجه بکنید در طول هفته، در طول ماها مرتب اعتراضات کوچکتر کارگران فولاد، کارگران پتروشیمی، بازنشسته ها، حتی معلم ها و برای آب هم همینطور در مناطق مختلف وجود داره، ولی چون که اعتراضات کوچکتر هستن خب توجه زیادی بهشون نمیشه. منتها این نشون میده که یک مسائل خیلی جدی هست که مسائل معیشتیه و مسئله فقره و به نظر نمیاد که حکومت راه حلی بخواد برای این پیدا کنه. بنابراین طبیعتاً شما هر چند ماه یک بار یا به هر حال هر چند وقت یک بار یک اعتراض بزرگتر میبینید. منتها خب هر دفعه که شما یک همچین اعتراضاتی دارید که سرکوب میشن، یعنی مردم با بدون خشونت میان تو خیابون و اینطور سرکوب میشن، حکومت از طرفداراش از دست میده یا از کسانی که به هر حال باش عناد ندارن باش دشمنی پیدا میکنن و خب مجبوره که سرکوب رو زیادتر بکنه و خب به جای اینکه سعی کنه که به وضع معیشت برسه سرکوب میکنه و خب این چرخه خشونت ادامه پیدا میکنه، چون هر چقدر که سرکوب کنه به هر حال مخالفانش زیادتر میشن و افرادی که ضربه خوردن، عزیزی رو از دست دادن یا در زندان دارن یا زخمی شده زیادتر میشه و خب طبیعتاً طبق روال عادی جمهوری اسلامی سرکوب هم زیادتر میشه و ما در یک چرخه خشونت همینجور هستیم.